پرژن BMS تقدیم می کند. خبرنگار دوستان و دوستداران خوب و همیشگی خبرنگار، نوشین آگاهی هستم، خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. و ما جامعه جهانی بهائی در اعلامیه مطبوعاتی اخیر خود خواستار حمایت بین المللی از شهروندان بهائی در ایران شد که با موج تازه‌ای از آزار و اذیت‌ها در سرزمین زادگاه خودشون روبرو هستند. در این اعلامیه آمده است که اقدام اخیر مقامات حکومت جمهوری اسلامی برای توقیف املاک و زمین‌های شهروندان بهائی در شهر سمنان از روش‌های سرکوب و محرومیت شهروندان بهائی به دلیل اعتقاداتشان است که سابقه طولانی در حکومت جمهوری اسلامی دارد. در این بیانیه می‌خوانیم جامعه جهانی بهائی در این مورد چندین نامه رسمی به گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نوشته و سازمان ملل متحد و سایر فعالان بین المللی خواسته است تا با دخالت اطمینان حاصل نمایند که حکومت ایران بهائیان را از دارایی‌هایشان محروم نکند. در مورد این اعلامیه و تداوم شرایط نگران کننده شهروندان بهائی در ایران گفتگویی داریم با میهمان برنامه امروز، آقای دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا. با ما همراه بمونید که تا لحظاتی دیگر به دکتر فرهاد ثابتان خوش آمد بگیم و با او به گفتگو بنشینیم. آقای دکتر فرهاد ثابتان، درود بر شما، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید. خیلی ممنون از شما و دعوت شما، خیلی ممنون از شنوندگان شما و خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان شما هستم. خیلی ممنون. آقای دکتر ثابتان، همونطور که میدونید متاسفانه هر روز ما شاهد موارد دیگری از آزار و اذیت شهروندان بهائی هستیم و این بار بر اساس بیانیه مطبوعاتی که جامعه جهانی بهائی منتشر کرده، مقامات ایران در پی توقیف و مصادره املاک و زمین‌های بهائیان در شهر سمنان هستند. در این مورد اگر ممکنه بیشتر توضیح بدین برای شنوندگانمون. بله، باز با کمال تأسف به نظر میرسه یک روندی که از قبل شروع شده هنوز ادامه داره و این بار یک ابلاغیه‌ای از طرف قوه قضاییه به شهروندان بهائی که در سمنان هستن این ابلاغ شده بوده و بهشون گفتن که به زودی املاک اونها رو میخوان توقیف بکنن. و باز این همطور که مسبوق به سابقه هستید، جامعه بهائی در ایران در جاهای مختلف به صورت یورش نیروهای امنیتی قرار میگیره و این حملات متاسفانه شامل تعداد زیادی از املاکی متعلق به بهائیان بوده هست. حالا هم این در سمنان اتفاق افتاده و متاسفانه 6 خانواده املاکشون رو دارن توقیف میکنن و اتهامی که بهشون زده شده این است که این املاک متعلق به مؤسسات بهائی است، در حالی که اسنادی که در دست هست نشون میده اینها املاک شخصی و خصوصی اون افراد هست و متعلق به مؤسسات بهائی نیست، چون در ایران اصلا مؤسسه دیگه وجود نداره. حتما شنوندگان شما به خاطر دارن که در سال 1983 به طور کلی تمام مؤسسات رسمی بهائی منحل شد و در حقیقت در اوایل انقلاب اصلا دولت جمهوری اسلامی اجازه نداد که بهائیان تشکیلات و مؤسسات خودشون رو داشته باشن. در نتیجه این ادعا که به خاطر این است که این املاک متعلق به مؤسسات بهائی است به طور کلی از بن و ریشه حقیقت نداره. بله، خیلی ممنون. یکی از مواردی که در این بیانیه بهش اشاره شده این هست که هدف اصلی حکومت ایران در حقیقت اختناق اقتصادی شهروندان بهائی است.
این موضوعی که قبلا هم در بیانیه‌های جامعه جهانی بهائی به اون اشاره شده، در این مورد اگر ممکنه توضیح بدید که چرا اینطور هست؟ بله، ببینید، خب این مسئله انسداد پیشرفت اقتصادی بهائیان در ایران موضوع جدیدی نیست و این رو ما در یک سند محرمانه که در سال 1991 توسط یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل به دست اومد دیدیم که در اونجا رسما نوشته شده که از پیشرفت اقتصادی بهائیان باید جلوگیری بشه. خب از اون زمان تا به حال و حتی البته قبل از اون بهائیان رو از اشتغال در کارهای دولتی ممنوع کردن و همونطور که میدونید بیشتر شغلها در ایران شغلهای دولتیه، به عبارت دیگه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است. پس در حقیقت اینها از این طبقه بسیار وسیع محروم بودن. خب بعد به مشاغل خصوصی رو آوردن، در اونجا هم فشار آوردن روی این شرکت ها که نباید بهائیان رو استخدام کنید. بعد به تأسیس مغازه ها یا شرکت های خصوصی برای خودشون پرداختن. اونها هم مصادره شد یا به دلایل زیادی بسته شد، گفتن که مثلا شما چون دارید ایام محرم خودتون رو، ایام تعطیلات خودتون رو دارید جشن میگیرید یا بهش احترام میگذارید، ما میگیم مغازه شما رو میبندیم. پس ببینید از جوانب مختلف دارن در حقیقت معیشت روزمره بهائیان رو تنگتر میکنن. در حتی در روستاها مثل روستای ایول که حتما اطلاع دارید، بسیاری از مزارع و زمینهای کشاورزی این کشاورزها رو مصادره کردن. اونها واقعا دیگه چاره دیگه نداشتن. در نتیجه مصادره اموال تقریبا میشه گفت تنها مفری مونده که این افراد میتونن لااقل یک ثروت ناچیزی داشته باشن که مثلا اگر لازم باشه پول قرض کنن سند خونهشون رو بگذارن که پول قرض کنن. در حالی که وقتی که دولت جمهوری اسلامی بهائیان رو به دلایل واهی و بدون هیچ گونه پشتوانه قانونی میاد بازجویی میکنه و دستگیر و زندانی میکنه، ازشون سند میخوان که مثلا برای یک مدتی بتونن با وثیقه آزاد بشن. پس ببینید همه اینها در راستای همون ایجاد محدودیت اقتصادی است که جامعه بهائی ایران و بهائیان در ایران در یک تنگنای اقتصادی قرار بگیرن و نتونن به هیچ وجه پیشرفت کنن. خیلی ممنونم. در این بیانیه همچنین اشاره شده که مقامات حکومت ایران از این عملیاتی که در حقیقت در سمنان دارن انجام میدن به یه نوع عملیات آزمایشگاهی دارن استفاده میکنن که بر اساس اون همین اقدام رو در شهرهای دیگه و در جاهای دیگه ایران هم پیاده بکنن. تا چه حد این موضوع باعث نگرانی هست؟ این البته باز کمی به گذشته برمیگرده، زمانی که در سمنان واقعا یک سرکوب فراگیری به وجود اومد که این به صورت یک سند مستند در حقیقت در از طرف جامعه جهانی بهایی نوشته شده و در دسترس هست که در اونجا میبینیم که به شهروندان بهایی در سمنان یورش برده شد، حمله شد، دستگیر شدن، زندان شدن، در اماکن بهایی ها یا املاکشون آتش افروزی کردن، دانش آموزان مدرسه و دانشجویان رو اومدن گرفتن و تحت نظارت بودن، حملات اقتصادی کردند، یک نوع تبلیغات خیلی وسیع نفرت برانگیز ایجاد کردند و بسیاری از اینها در یک شهر اتفاق افتاد که در حقیقت شاید یعنی به نظر میرسه که منظورشون این بود که ببینن تا چه حد میتونن جامعه بهائی رو در یک شهر تحت فشار بگذارن و از این درس‌های بیاموزن که بعداً در شهرهای دیگه هم اعمال کنن. پس این مسئله که الان در سمنان اتفاق افتاده در حقیقت قبلا همینطور که نوشته شده در بیانیه به صورت یک آزمایشگاه بوده و حالا متاسفانه این حملات داره بیشتر و بیشتر میشه و تنها کاری دیگه که مونده که نکرده باشن فقط همین است که املاک این بهائیان هم بیان تحت یک بهانه غیر قانونی و غیر انسانی مصادره کنن و جامعه بهائی رو بیشتر تحت یک نوع منگنه اقتصادی بگذاره. خیلی متشکر. جامعه جهانی بهایی خواستش از جامعه بین المللی و سازمان ملل چی هست؟ دقیقاً
جامعه جهانی و سازمان ملل چه کار میتونن بکنن؟ چه نوع حمایتی رو شما انتظار دارین؟ ببینید، حمایتی که جامعه جهانی بهایی از جامعه بین‌المللی میخوان در حقیقت حمایت از رعایت حقوق بشر هست، حمایت از قانون هست. همونطور که مطمئنن شنوندگان شما میدونن، ایران یکی از امضا کنندگان میثاق‌های بین‌المللی است که تعهد داده به حقوق انسانی و حقوق بین‌الملل متعهد باشه. در نتیجه این که الان دارن حقوق شهروندان بهایی و البته شهروندان دیگر رو هم تحت سرکوب قرار میدن و پایمال میکنن، این به هیچ وجه برای جامعه جهانی، یعنی جامعه بین‌المللی، نباید قابل قبول باشه. و اما اینکه چه کار میتونن بکنن، واقعا این آن درخواست جامعه بهایی این است که به یک وجدان جمعی رجوع کنن و ببینن که چه کار میخوان بکنن و چه کار میتونن بکنن. جامعه بهایی الان به کشورها نمیگه که شما حتما باید این کار رو بکنید یا آن کار رو بکنید. اینها در حقیقت تصمیمی است که خود کشورها و جامعه بین‌المللی باید بگیره. آنچه که جامعه بهایی درخواست میکنه این است که این وجدان بین‌المللی بیدار بشه و به اصولی که جامعه بین‌المللی خودش ایجاد کرده که بتونه یک نوع انتظام و ارتباط جهانی به وجود بیاره، این در حقیقت اعمال بشه. در غیر این صورت، اگر تضییقات و سرکوب‌های در کلیه جهان اتفاق بیفته و جامعه بین‌المللی نسبت به اون بی‌اعتنا باشه، در حقیقت ما داریم به یک نوع دهقرای جداسازی کشورها میشیم و در حقیقت عاقبت اون واقعا نابودی همه هست. البته نمونه های اون رو ما همین امروز در اخبار داریم میبینیم که چه اتفاقاتی داره در دنیا میفته وقتی که جامعه جهانی پشت میکنه به واقعا نقض عمیق حقوق بشر و میدونیم که باعث چه نوع تنش ها و جنگ هایی خواهد شد. در نتیجه درخواست جامعه بهائی این است که سازمان‌های حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی، جامعه بین‌المللی، کشورها در این مورد بی‌اعتنا نباشند و آنچه که از دستشون برمیاد در رابطه با ایران انجام بدن و اون در حقیقت تعهد به میثاق‌های بین‌المللی و قوانین بین‌المللی است و نحوه اینکه در حقیقت چیکار میتونن بکنن که به این مسئله توجه بشه واقعاً به دست خود اونهاست. ما فقط از اونها درخواست می‌کنیم که همونطور که عرض کردم به یک نوع وجدان جمعی و اجتماعی بی‌اعتنا نباشه. خیلی ممنونم، بسیار عالی. اجازه بدین در پایان این گفتگو یک پرسشی رو هم در مورد کمپین ایران بدون نفرت از شما بپرسم که اخیراً جامعه جهانی بهائی از نتایج این کمپین که ماه گذشته آغاز شد مطالبی رو منتشر کرده بودن. این کمپین در حقیقت با چه نوع استقبالی روبرو شد و در مورد این نتایج به دست آمده از حمایت بین المللی از این کمپین اگر ممکنه برای شنوندگانمون توضیحاتی رو بفرمایید؟ این کمپین واقعا یک جنبه شاید بشه گفت بین المللی در برداشت، یعنی پیام این کمپین یک پیام خاص نبود و البته پیامش خاص بود ولی منظور به طبقه خاصی متعلق نبود، چون که فقط بهائیان نیستند که در ایران مورد نفرت هستند. گروه های مختلفی از اقلیت های دینی، قومی، جنسیتی، همه جور الان تحت یک نوع نفرت پراکنی هستند و این کمپین واقعا بی سابقه بوده برای اینکه تقریبا 88 میلیون نفر یا 88 میلیون ما بازخورد داشتیم از کسانی که با ما همراهی کردند و به این پیام ایران بدون نفرت متعهد باشند. ترجمه فرمایید، یعنی در حقیقت اصل این کمپین ایجاد جامعه است، البته حالا با تمرکز در ایران، که در اون بر علیه هیچ کسی نفرت پراکنی وجود نداشته باشه. واقعا کی هست که میتونه با یک چنین پیامی مخالفت بکنه که ما از نفرت دوری بجوییم؟ و اون هم به این علت است که اگر این کار رو نکنیم، اگر اجازه بدیم نفرت در جامعه ادامه پیدا بکنه، نتیجهش چه خواهد بود؟ نتیجهش خشونت، نتیجهش گریز از قانون، هرج و مرج و بالاخره یک نوع واقعا فروپاشی اون بافت اساسی اجتماعی خواهد بود. در نتیجه
جامعه جهانی بهایی با این کمپین داره از همه مردم، ببینید همونطور که 88 میلیون نفر این رو دیدن و موافقت کردن، از جامعه جهانی در حقیقت میخوان که ما اون ریشه اساسی این خشونت ها رو باش مواجه بشیم و نگذاریم که کار به خشونت، به جنگ، خدای نکرده به یک نوع نسل‌کشی بیانجامه. و واقعا جای خیلی خیلی خوشبختی است که یک چنین بازخوردی وجود داشته و از کشورهای مختلف، از شخصیت‌های مختلف، شخصیت‌های ایرانی، جناب دکتر میلانی، جناب دکتر عطابکی، آقای ملکی، خانم افشار و غیره، بسیاری از ایرانیان واقعا منصف و فعال در این زمینه اومدن در رابطه با این کمپین مساعدت کردن و همینطور از شخصیت‌های غیر ایرانی، واقعا هنرمندها و دیپلمات‌ها و به هر حال افراد سرشناس در کشورهای مختلف اومدن و خودشون رو با یک چنین کمپینی همراه کردن. خیلی خیلی ممنونم، لطف کردین جناب ثابتان و آگاهی ما رو نسبت به این مسئله بیشتر کردین. متشکر از وقتتون. خیلی ممنون از شما. وقت سکوت مرگ در هم شکنی، وقت سکوت مرگ در هم شکنی، بیداد تو را بلند فریاد کنی. امروز که کشته ستمت خرمن شد، امروز که کشته ستمت خرمن شد، بر خرمنت آتش عدالت فکنی، بر خرمنت آتش عدالت فکنی. بیگان منم یا تو که باور مکنی، بیگان منم یا تو که باور نکنی، ما هم چو تو انسانیم و هم وطنی، ما هم چو تو انسانیم و هم وطنی، از حد گذرانده ستم را هنوز، از نیشتر تو داغ دل تازه کنی، از حد گذرانده ستم را هنوز، از نیشتر تو داغ دل تازه کنی. زن دانشجو
زن دانشجو، ما حلقه زنجیر شکن در شکنی، ما حلقه زنجیر شکن در شکنی، با نام خدا جان و ایمان و خرد زنجیز پای علم و دانش بکنی، جمعی ستاره دار چون لشکر نور، جمعی ستاره دار چون لشکر نور، تا بر شب تبریز شبیخون بزنیم، دیگر نتوان سد ره دانش شد، نتوان سد ره دانش شد، سیل گران سد جهالت شکنیم، زین سیل گران سد جهالت شکنیم، زین سیل گران سد جهالت شکنیم، زین سیل گران سد جهالت